سازمان ملل درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم موسل تحقیق می‌کند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که این سازمان در حال انجام آزمایش‌هایی بر روی شماری از غیر نظامیان عراقی در موسل است که احتمال دارد علیه آنان از تسلیحات شیمیایی استفاده شده باشد. در حال حاضر دوازده شهروند غیر نظامی عراقی از جمله چند زن و کودک به دلیل احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه آنها تحت درمان قرار گرفتند. بر اساس این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است این افراد از اوایل ماه مارس در بیمارستان در شمال شرق شهر موسل تحت درمان هستند. سازمان ملل همچنین اعلام کرد نشانه های زیاد مبنی بر استفاده سنی های تندرو از تسلیحات شیمیایی علیه غیر نظامیان در موسل وجود دارد. گفتنی سنی های تندروی داعش طی یک سال و نیم گذشته بارها در مناطق مختلف عراق از سلاح شیمیایی استفاده کردند. سنی های تندروی داعش که در نتیجه پیشروی نیروهای عراقی در تنگنا قرار گرفتند برای جبران بخش از شکست های خود از سلاحهای ممنوعه استفاده می کنند و یا برای فرار از منطقه‌ای به منطقه دیگر غیر نظامیان را سپر انسانی قرار می دهند.